مصادر قبل از این شرط بعدی رو بیان کنید یک نکته زیبایی که بنده بارها شنیدم شاید تذکرش در این برنامه و این لحظه هم بی مناسبت نباشد که این سلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر در هنگام دعا کردن فرمودن چیزی هست که حتما و حتما اجابت خواهد شد و به اصطلاح دیگر رد نخواهد شد اصلا لذا توصیه شده ما جایی شنیدیم که وقتی شما یک دعای بسیار مهمی را دارید که میخواهید حتما خداوند متعال او را اجابت کند شما این دعا را بین دو تا سلوات قرار بدهید در ابتدای دعا سلوات و در انتهای دعا هم سلوات بر پیامبر و آلش و در وسط و میانه کلام میانه دعا دعای خود را بگویید این دعا چون بین دو تا کلام هست و اون ابتدا و انتهایش از طرف خداوند پذیرفته میشه خداوند متعال به برکت اون دعاها این دعای شما را هم اجابت میکند این درست است یا نه کاملا درست است این روایت است و در همین برنامه در بحث آداب دعا این نکته عرض شد و نمونه های از صحیفه سجادیه بله. صحیفه سجادیه یکی از الگوهای دعا کردن هست جدا از معارف مطرح شده در صحیفه سجادیه و 54 دعای بسیار با مزامین عالی عالیت المزامین می شود گفتون دعاها را دلست. افزونی بر آن ادب دعا و رویش دعا کردن رو نیز به ما می آموزد و در اونجا شما می بینید که همین مدل و همین روش دلست. کاملا تطبیق شده است اول دعا سلواتی بر پیامبر و آلش هست و پایان دعا هم همینطوری و وسط دعا هم هر از چند گاهی این چاشی رو می آورد یعنی یک درمیان در واقع حلقه های وصل را می گذارد که خواسته ما را به حرمت این دعاهای مقبول مستجاب, مستجاب کند و بپذیرد کاملا این مطلب درست است هم استدلال نقلی دارد و هم استدلال عقلی دارد و هم استدلال عرفی دارد شما به خاطر این که مثلا یک شخصیتی را از مسون نگه دارید از آسیب ها در هنگام اسکورت کردن یک موتر و ماشین یک وسیله و یک محافظ جلو است یکی دیگه هم پشت سر, سر هست به خاطر اینکه مسون بماند بله. انسان حاسته خود را اگر در این بپیچاند بی در بین دو, دو, دو بله، در این میان وسیله و حسن حسین بله. کلمت لا اله الا الله حسنی. حسنی ولی انا من شروطی ها بنابراین باید در این حسن حسین جای بدهد دعای خود را تا به هدف اجابت برساند و البته تحلیل های عرفانی هم دارد که فقط من کوتاه اشاره میکنم که ملکوت با صلوات بر پیامبر و آل پیامبر آشنا هستند وقتی یک بسته ای را میبینند که در این صندوق و یا در این آرایه سلوات آرایه سلوات آرایش آرای شده است تا بوی و عطر سلوات رو میشنون و حس میکنن ملکوت دلات. به این بسته را میدهند که به هدف اجابت برسد و از بازرسی ها و تفتیش ها با آسانی میگذرد چون میدانند که این دعا از اون است که بیمه شده است و مهر قبولی با نام بزن. اینها خورده است و اما باعث بسیار درازدامنی که خیلی زیبا چه با بود با پرداختن اونها از هدفی کنونی دور شویم ثم الاعتراف بالذنب پس از آن که ما قدر شناسی میکنیم میدانیم با کی سخن می گوییم و میدانیم که و اعتراف میکنیم چه کسان ما را بدین منزلت و بدین رتبت و بجون بدین جایگاه رسانده است و دست ما را گرفته است و وصل کرده است با خداوند بعد از آن خود را باید معرفی بکنم من کیم ثم الاعتراف به خود را معرفی کردن اون زمان است که خود را باید اون چنان حقیر و ناچیز و سرا نیاز معرفی بکند تا فاصله بین خود و خدا را اون چنان که در توان اوست البته ما معمولا حتی اعتراف به گناه هم بکنیم در حد والای همین کار را انجام بدهیم نمیتوانیم فاصله بین خالق و مخلوق را نشان بدهیم و تصویر بکنیم که چقدر فاصله است بین ما م... م... که اون شاعر فرمود که زی احمد تا احد یک میم فرق است, فرق است با اینکه احمد لب خلقت است لب خلقت از مخلوقات ولی بین همین لب خلقت تا احد زی احمد تا احد یک میم فرق است جهان در زیر این یک میم غرق است لب و ساره و خلاصه هستی وقتی این گونه باشد انسان های دیگر که جای خود دارد ثم الاعتراف به دن ثم المساله یعنی در اعتراف به گناه کردن و پس از اعتراف به گناه اظهار پشیمانی و بازگشت کردن بله توبه میدانیم که تابه یعنی رجعه درست ما در انسان شناسی دینی یک مطلب بسیار بسیار مهم رو داریم که بسیاری از مکاتب دیگر از این نگارش نسبت به انسان محروم هستند و توانایی این تحلیل رو ندارند در تفکر قرآنی انسان موجود است مقدس در آغاز آفرینش موجود است پاک و پیراسته اون جایی که میفرماید آه... یا ملائکه دستور میدهد که اسجدو جدولی آدم و در جای دیگری وقتی خلقت انسان را میگوید انا فقط فیه من روحی فقعو له ساجدین <تصحیح> ان جاعل فی الارض خلیفه ان کر... کر... لقد کرمنا بنی آدم و در جای دیگر هم میفرماید ف فت... اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فطرة الله التي فطر الناس علیها هیچ انسانی کافر زاده نمی هیچ انسانی گناهکار زاده نمی هیچ انسانی فاسق زاده نمی همه انسان ها بر سبقه و رنگ الهی و بر فطرت الهی زاده می